همایش مهر و دوستی میان خواهران همزاد ایران و اسرائیل. بسیار خوش اومدید. جنبش جهانی مهر و دوستی تصمیم گرفته که اولین سمینار خودش را در رابطه با دوستی بین ملت‌های ایران و اسرائیل در اینجا در مرکز تل‌آویو تشکیل بده. پس از اینکه شاهزاده سیروس پهلوی دیداری از اسرائیل کردن و گفتاری با سران این کشور داشتن، به باور من زیباترین کار 45 ساله را انجام دادن. پیرو این اندیشه ما بران شدیم که این نشست رو برقرار بکنیم و بگیم تلاشگرای این دوران کیا بودن و چگونه فضای ایران و اسرائیل رو میشه بارور تر کرد. بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سراسر جهان در اینجا حضور دارند و در کنار اونها بسیاری از ایرانیان اسرائیل، فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، شاعران، نویسندگان و حتی رئیس انجمن ایرانیان اسرائیل هم در این همایشی که در سه روز در اینجا برگزار میشه و در حین این همایش نمایشگاهی هم از فعالیت‌های جنبش مهر و دوستی برای آزادی در ایران و همچنین دوستی بین ملت‌های ایران و اسرائیل تشکیل میشه نشون داده میشه. بسیاری از سخنرانانی که در اینجا سخنرانی کردن و از جاهای مختلفی از جهان اومدن، تأکید اونها پیامی برای ملت اسرائیل هستش. ملت ایران امروز بیدار شدن با قتل حکومتی مهسا. ژینا امینی بسیاری امروز بیدار شدن، بسیاری امروز از خودشون میپرسن که چرا من هر صبح بایستی بگم مرگ بر یک کشوری که کیلومترها از من دور هستش. مهر و دوستی در واقع فرهنگ اصیل ایرانه و ایرانی، و ما اینجا هستیم که اعلام بکنیم که مردم ایران با مردم جهان هیچ گونه جنگی نداره، به ویژه با مردم اسرائیل که به لحاظ تاریخی بیش از 2700 سال اینها پیوند مشترک و روابط مشترک و دوستی داشتن. شاید بین این دو ملت یهود و ایران یک جدایی افتاده، اما برای اینکه هر دو دوباره قوی بشن به یاری همدیگه، باید این پیوند رو ما دوباره گره بزنیم به همدیگه. ما باید این پرچم افتاده رو بلندش کنیم و من مطمئنم به زودی زود این شدنی است و شاهزادم که تشریف آوردن در اینجا بسیار این ارتباط رو نزدیکتر و نزدیکتر کردن و امیدوارم به زودی ما جشن آزادی رو درون ایران بگیریم. تأکید این پیام برای مردم اسرائیل که حساب ملت ایران رو باید از حکومت اسلامی ایران جدا کرد. برگزار کنندگان این همایش میگویند که مهمترین هدف این همایش پس از دیدار شاهزاده رضا پهلوی از اسرائیل، پیام مهر و دوستی برای ملت ایران از طرف ملت اسرائیل هستش، همچنین برعکس و اون که ملت اسرائیل هم با ملت ایران هیچ دشمنی نداره و این دشمنی ها حاصل 45 سال فعالیت های جمهوری اسلامی ایران هسته.